سلام به دوستداران سلامتی نه دلیل قانع کننده برای اینکه شما بخواید با معده خالی آب بنوشید آب کالری نداره بنابراین نوشیدن آب زیاد در رژیم غذایی ضروریه چون به کاهش وزن کمک میکنه و تمام سموم رو از بین میبره و اسیدیته بدن رو کاهش میده نوشیدن آب فوایده بسیاری داره چه معده شما پر باشه و چه خالی آب بهترین نوشیدنیه که میتونید برای رفع تشنگی و خلاص شدن از شر چندین بیماری استفاده کنید اما آیا میدونستین که نوشیدن آب با معده خالی مفیده نوشیدن آب با معده خالی سنتیه که ژاپنی ها از قدیم تا الان ازش پیروی میکردن و باعث شده که در کل دنیا این روش مرسوم بشه. آب داره یه خواص خاصی برای بهبود سلامت شماست. در این ویدیو فواید نوشیدنش رو با معده خالی براتون جمعآوری کردم. اما قبل از اینکه بپردازیم به ادامه ی ویدیو، کانال ما رو سابسکرایب کنید و حتما لایک کنید و هر سوالی داشتید در کامنت ها بپرسید. آب از سنگ کلیه جلوگیری میکنه نوشیدن آب با معده خالی از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری میکنه همچنین از عفونت مثانه جلوگیری کرده و اسیدها رو رقیق میکنه تا از تشکیل سنگ در کلیه های شما جلوگیری به عمل بیاد سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه نوشیدن آب فراوان تمام سموم را از بدن دفع میکنه و از انتشار عفونت در بدن جلوگیری میکنه این در نهایت سیستم ایمنی بدن را تقویت میکنه و بدن را از انواع عفونت ها دور نگه میداره و حتی باعث میشه بدن در مقابل بسیاری از بیماری ها ویروس ها و باکتری ها مقاومت و قدرت و توانایی جنگیدن بیشتر را داشته باشه آب باعث کاهش وزن میشه. وقتی که صبحها شما با معده خالی آب ولر می نوشید، تمام سموم رو از بدنتون رها می کنید و این سیستم گوارشیتون رو تقویت میکنه. باعث میشه شما کمتر احساس گرسنگی کنید چون معدتون رو با یک حجم از آبی که هیچ کالری نداره پر کردین و پرخوری هاتون کم میشه. در نتیجه این کار مانع اضافه وزن یا پرخوری شما میشه و بعد از مدتی مشاهده می کنید که به طرز شگفتانگیزی انگیزی چربی های اضافی بدنتون رو در حال از دست دادن هستیم. آب انرژی رو افزایش میده. نوشیدن آب با معده خالی گلبول های قرمز خون رو تحریک میکنه تا با سرعت بیشتری جمع بشن. این به شکل خود به خودی باعث افزایش سطح انرژی بدن در شما میشه و شما در روزی که آب ناشتا میل میکنید باعث میشه که انرژی بیشتری داشته باشید و احساس شادابی و سرزندگی بیشتری رو احساس میکنید وقتی برمیگردید و روزتون رو مرور میکنید متوجه میشید که این افزایش انرژی شما ناشی از نوشیدن ناشتای آب ولرم صبح اول وقته به از بین بردن سموم کمک میکنه. نوشیدن آب به طور طبیعی باعث حرکت روده ها میشه. شبها بدن خودش رو ترمیم و سموم رو دفع میکنه. وقتی با معده خالی آب می نوشید، سموم مزر از بدن خارج میشه و بدن شما سالم و تازه میمونه. نوشیدن مقداری آب به افزایش تولید سلول های عضلانی و سلول های خونی جدید کمک میکنه. همچنین باعث میشه سرعت دفع سموم از بدن بالا بره و شما شما اگر کبدتون یا هر قسمت از بدنتون دچار سم و آسیب های ناشی از سموم بدن هست رو میتونید به راحتی ازش محافظت کنید و باعث پاکسازی کبد و دفع سموم از کبد و اعضای دیگه بدنتون میشه. کمک به کاهش سردرد چون بخشی از مغز ما را آب تشکیل میده بنابراین کمبودش باعث بروز سردرد میشه شما هرگاه در روز مقدار آب کمی مصرف بکنید اون روز به احتمال زیاد دچار سردرد میشید و ممکنه به مسکنهای مختلف رو بیارید اما بعدش در کمال ناباوری متوجه میشید که سردردتون بهبود پیدا نکرده این تنها دلیلی که میتونه داشته باشه کمبود ناشی از آب در بدنتونه در نتیجه شما با نوشیدن آب با معده خالی میتونید آب مورد نیاز رو در اول روز برای بدنتون تأمین کنید و از بروز سردردها پیشگیری کنید نوشیدن آب ولر در صبح نه تنها از سردرد جلوگیری میکنه بلکه بوی بد و سایر مشکلات دندانی رو نیز متوقف میکنه کمک به کاهش یبوست زمانی که صبح ناشتا یک لیوان آب ولر می نوشید، دستگاه گوارشتون تحریک و حرکت های گوارشی هم بیشتر میشه. در نتیجه این امر، دف برای شما آسون تر می شه و در نتیجه امر دف برای شما آسون تر افزایش مصرف خوراکی های حاوی فیبر غذایی هم یکی دیگر از درمان های یوبستته. پس اگر شما دوچار یوبوست های روزانه هستید حتما صبح ناشتا دو الاسه لیوان آب ولرم مصرف بکنید و خوراکی هایی مثل انجیر که علاوه بر فیبر فراوان دارای مواد محرک دستگاه گوارش هستند رو حتما در طول روز مصرف بکنید. پوست شما رو بهبود می بخشه. کم آبی باعث ایجاد مشکلات متعددی میشه که یکی از اونها مشکل پوستیه. کم آبی باعث چین و چروک های زودرس میشه و پوست رو متخلخل میکنه. نوشیدن آب با معده خالی جریان خون رو تنظیم کرده و کیفیت پوست رو بهبود میبخشه. همچنین به دفع سموم از بدن کمک کرده و پوست رو درخشان میکنه. مورد آخر موهای شما رو احیا میکنه. نوشیدن آب زیاد باعث سلامت و براق شدن موها میشه. آب تا یک چهارم مو رو تشکیل میده و بنابراین دریافت ناکافی آب میتونه تار مو رو شکننده و ضعیف کنه. مصرف منظم آب باعث بهبود و افزایش کیفیت مو میشه. دوستان عزیز برای شروع کار روزانه یک لیوان آب ولرم بنوشید شاید اوایل این مورد براتون سخت و دشوار باشه اما به مرور زمان اون رو افزایش بدین و به سه الی چهار لیوان برسونید و شاهد معجزه اون در زندگیتون باشید دوستان عزیز لایک ویدیو و کامنت فراموشتون نشه آرزو میکنم همیشه سلامت باشید خدا نگهدار